سلام مانمی هستم حرکت اصلاحی که میخوام آموزش بدم باز مربوط میشه به آرزه های مختلف توی بدن که هم میتونه مربوط به ستون و فقرات بشه و هم باز مجددا مربوط به چرخش لگن زانو و مچ پا به سمت بیرون و یکی از اصلی ترین حرکت هایی هستش که خیلی تاثیر زیادی توی روند بهبودی این آرزه ها داره توی وضعیت نشسته باستان حتما باید به دیوار بچسبه اگر انگشته پا جهش پیدا کرد چرخش پیدا کرد به سمت بیرون بعد پاها رو صاف بکنید خود هم میتونه به راحتی این کار رو انجام بده بعد از اینکه پا رو صاف کرد اگه احساس کرد که باسنش فاصله گرفته دوباره باید باسن رو نزدیک بکنه به خاطر اینکه این چرخش رو میخوایم توی قسمت زانو و داخل کشاله از بین ببریم و بعد خیلی آروم دستا رو بیاریم به سمت بالا حالا اگه فرد به خاطر خمیدگی پشت نمیتونست که به راحتی دستاشو ببره بالا و دستو بچسبونه به دیوار میتونه توی زاویه 90 درجه یعنی حتما آرنج توی راستای سرشانه و این دست نیاد به سمت داخل دست در راستای آرنج توی این وضعیت نگه داره و تمرکزشو بذاره روی پاهاش از قسمت انگوش کوچیک پا رو به شرخونه به سمت داخل و بعد به مرور که مکس کرد توی این حرکت و احساس کرد که پشتش نرمتر شده میتونه آروم آروم خودش به تنهایی بدون کمک دستشو ببره به سمت بالا و توی همین وضعیت خودش به تنهایی نگه داره و مکس بکنه و بعد خیلی آروم نفسو آزاد کنه و برگرده از حرکت بیرونه